خب سلام دوستای عزیز، امید که جور سر حال باشید. برای ادیت عکس دادید گرین کارت امریکا چند شرط وجود دارد دوستای عزیز، که در قدم اول شرط اولی بک‌گراند عکس ما باید طبیعی باشد، روشنی کافی داشته باشد، دارای شادو و مو سایه نباشد و الگو هم نداشته باشد. شرط دوم موقعیت عکس است که 50% خود عکس باید امو عکس البته خودش سوژه باشه، 50% تشکیل بده، البته 50% عکس و در قدم سیوم کسی که دارای کلاه نداشته باشه در عکس کلاه خلافست کنه باید، و در قسمت دیگر باید کسای کوینکی ساینک خدا پس کنه و دارای آینک نباشه. اگر رزولیشن عکس در قسمت با ما گفته که خود رزولیشن عکس چقدر باشد، 600 پیکسل و هم مکزیممش 1200 در 1200 پیکسل می باشد و حجم عکس 240 کیبی باشد و دارای های کوالیتی باشد و در عکس خود عکس کیفیت پایین نداشته باشد و تار شده هم نباشد. خب دوستان بریم داخل فوتوشاپ و از قسمت هم ما یک عکس در نظر گرفتیم و از قسمت فایل بالای نیو کلیک کرده. خب در این قسمت ما این قسمت 600 این قسمت هم 600 تغییر میدیم و این قسمت هم رزولیشن 72 میگذاریم و این قسمت باید پیکسل باشد و اگر بالای سانتی متر شما بود باید بالای پیکسل بگذاریم و از قسمت RGB کالر هم در این قسمت اگر بالای دیگر گزینه ها بود بالای شما بالای RGB کالر انتخاب کنین، RGB کالر را و از قسمت هم باید شما 8 بیت انتخاب کنین. خب پایین تر میم و از قسمت دان کالر مچ و از قسمت هم شما باید sRGB این قسمت را کلک کنین و بالاخره در آخر هم بالای کریت کلک کنین. خب دوستا میبینیم که به ماش ابعاد عکس بر ما ایجاد شد و از قسمتی خطکشو را مطمئن میبرم. در فوتوشاپ شما در خطکش قسمت ها قرار نداشت، از قسمت وی بالای وی آمده و از قسمت رولز را انتخاب کنین. این قسمت برای رول است، ببخشین برای لور است، کلیک کنین و خطکش ها به شما نمایش داده میشن. خب به مرحله بعدی بالای وی میایم، از قسمت بالای نیو گاید کلیک میکنین. اگر ورتیکال بود شما بالای هورایزنتال کلیک کنین و از قسمت 300 پیکسل انتخاب میکنین پوزیشن و بالای اوکی باز هم کلیک میکنین، باز هم دوباره بالای ویو میدین و از قسمت نیو گاید 414 را یا انتخاب میکنین و بالای اوکی کلیک میکنین، باز هم بالای نیو گاید و از قسمت 186 باز هم ما بر شما میگم چی به درد نخواهد. خب باز هم اوکی میکنیم و باز هم بالای نیو میاییم، بالای وی ببخشین، از قسمت نیو گاید باز کلیک میکنیم، در آخر هم 264 نوشته کرده و بالایش اوکی میکنیم. خب در قدم دیگر بالای عکس آمده، عکس در قدم اول با کانورت تو اسمارت آبجکت تبدیل میکنیم و کلیک ماوس چپ کلیک محکم میگیریم و یک قسمت درگ اند دراپ میکنیم. یک قسمت و پس از طریق کنترول تی فشار میتیم هم زبان و عکس ابعاد شخورتر میکنیم. خب دوستا این قسمت باید قسمت نوک بینی قرار بگیره و بالای یک قسمت چشمه ها و یک قسمت بینی سوژه قرار بگیره و یک قسمت هم لب ها و میبینیم که ما اینجا جا داریم و عکس بزرگتر میکنیم. خب این قسمت قرار میتیم عکس باز هم جای داریم و عکس بزرگتر میکنیم. خب پایین تر دوام قرار میتیم که عکس نسبت به میعباد همی عکس با خطکش ما ایجاد کرده قرار بگیره. چشم ها در این قسمت، بینی در این قسمت و لب ها هم در این قسمت.
خب دوستا، یک قسمت هم شما در نظر بگیرید که یک قسمت هم بگیره از سر فاصله داشته باشه، یک قسمت فاصله ایجاد کرده باشین و یک قسمت چسبیدگی نباشین. خب در آخر هم بالای تیک مارک کلیک میکنیم. یک قسمت عکس ما حالا آماده است و عکس ما جور کردیم و در آخر هم شما بالای فایل آمده و قسمت اکسپورت هم شما میتونید یک قسمت کلیک کنید و یک قسمت هم جی پک انتخاب کنید و بالای سیف کلیک میکنید و یک قسمت نام عکس انتخاب میکنید و یک قسمت موقعیتش انتخاب میکنید و بالای سیف کلیک میکنید. در یک قسمت هم میبینید دوستای دیست که عکس ما آماده است که تا در لاتیجی استفاده شود.